سازمان حقوق بشری هندگاو که بیشتر موارد نقض حقوق بشر در کردستان ایران را تحت پوشش قرار می‌دهد، این بار روز دوشنبه گزارش داد که در ماه‌های گذشته موجی از افزایش نژادپرستی ضد افغان‌ها چه به صورت حکومتی و چه به صورت اجتماعی در فضای ایران قابل مشاهده است. این سازمان به بحث‌های انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران از مطرح شدن اخراج افغان‌ها گرفته تا اوج گرفتن مطالبه اخراج آنها در شبکه‌های اجتماعی اشاره کرده و گزارش داده است که در ماه‌های اخیر نژادپرستی حکومتی و اجتماعی علیه افغان‌ها در ایران به اوج خود رسیده است. بر اساس احصایه این سازمان در 7 ماه گذشته حداقل 25 نفر از زندانیان افغان در ایران اعدام شدند. این در حالی است که یک روز قبل از نشر این گزارش سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ گفته بود که در 7 ماه گذشته 20 نفر از افغانها به اتهامات مختلف در ایران اعدام شدند. در حالی که حقوقدانان تأکید می‌کنند که اعدام اتباع افغانستان در ایران برخلاف حقوق پذیرفته شده بین‌المللی و تعهدات دو جانبه صورت گرفته، حکومت طالبان که سفارت افغانستان را در ایران در اختیار دارد تا به حال واکنش رسمی نشان نداده است. اما این گروه در اعلامیه‌ای از پاکستان و ایران قبلا خواسته بود که با مهاجران افغان به خوبی رفتار کنند. برخوردهای تبعیض‌آمیز علیه مهاجرین افغان در برخی شهرهای ایران که طبق گزارش رسانه‌های مختلف شامل آتش زدن برخی خانه‌های مهاجرین و لدوکوب آنها در سرکا بوده، باعث واکنش تند نهادهای حقوق بشری شده است. وضعیت مهاجرین افغانستان که در ایران زندگی میکنه در طی ماه‌های اخیر به شدت نگران کننده است و ما شاهد اخبار گوناگون از رفتار تحقیرآمیز و خشونت‌آمیز علیه پناهندگان افغان در ایران هستیم و دلایلی هم میشه که ترکیبی از عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی باشد که مردم خود دولت ایران کوشش میکنند که پناهندگان افغانستانی را عامل مشکلات اقتصادی بدانند و این دلیلی میشه که مردم که در اونجا زندگی میکنند بر علیه پناهندگان رفتار خشونت‌آمیز و تبعیض‌آمیز داشته باشند. با وجود تلاش‌های مکرر، هیچ یک از افغان‌های ساکن در ایران به دلایل نگرانی از عواقب مصاحبه با رسانه‌ها و پیگرد از سوی مقامات ایرانی از صحبت در مورد وضعیت مهاجرین در ایران خودداری کردند. سازمان حقوق بشری هنگاو می‌گوید که مهاجران افغان در موارد بسیاری با وجود دهها زندگی و کار در ایران دارای کارت‌های معتبر اقامت نیستند. سال گذشته حکومت ایران مسافرت و اقامت افغانها در 16 ولایت ایران را ممنوع کرده بود. بر اساس آمار رسمی حکومت ایران، نزدیک به 5 میلیون مهاجر افغان در این کشور زندگی می کنند که بیش از نیمی از آنها اسناد قانونی برای زندگی در آنجا ندارند. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.